یه شب صاف رو تصور کن، جایی دور از شهر، جایی که نورهای مصنوعی آسمون رو آلوده نکردن. سر بالا میگیری و یه عالم ستاره رو میبینی، کهکشانها، سحابیهای دوردست، یه جهان پر از نور. اما یه چیزی این وسط عجیبه، بین این همه نور جاهایی هست که انگار چیزی وجود نداره، یه حفره تاریک، یه غیبت مطلق، جایی که حتی نور هم نمیتونه ازش فرار کنه. حالا تصور کن توی یه فضاپیما نشستی، در حال حرکت بین ستاره ها هستی و همه چی آرومه، ولی یهو سیستم هشدار به صدا در میاد، یه نیروی نامرئی داره تو رو میکشه، هر چی تلاش میکنی نمیتونی فرار کنی، انگار فضا داره تو رو قورت میده. سیگنالهای کامپیوتر ضعیف میشن، نورها یکی یکی خاموش میشن و قبل از اینکه بفهمی چی شد وارد تاریکی مطلق میشی. تبریک میگم، تو وارد یکی از مرموزترین و ترسناکترین جاهای کل کیهان شدی، یه سیاهچاله. سیاهچاله ها، این هیولاهای کیهانی، همیشه ذهن دانشمندان و مردم عادی رو درگیر خودشون کردن، موجوداتی که نه سطحی دارن که بشه اونها رو لمس کرد و نه حتی راهی داریم برای دیدنشون، ولی میدونیم که اونجان، میدونیم که دارن فضا زمان رو مثل یه پارچه نرم مچاله میکنن و هر چیزی که بهشون نزدیک میشه رو میبلن. اما صبر کن، ماجرای امروز فقط یه داستان علمی نیست، یه چیزی داره اتفاق میفته که حتی از فیلمای علمی تخیلی هم عجیب تره. یه سیاهچاله غول‌پیکر داره به سمت کهکشان ما حرکت میکنه. بله، درست شنیدی، این هیولای کیهانی داره یواش یواش نزدیک میشه و ممکنه در آینده دور سرنوشت کهکشان ما رو تغییر بده. پس با من همراه باش، لایک کن تا کامل یه سفر بریم به سمت سیاهچاله ها. البته این فقط یه خبر از دنیای عجیب سیاهچاله هاست. تلسکوپ فضایی جیمز وب یه چیز دیگه هم دیده که تا حالا سابقه نداشته، یه نمایش نورانی عجیب و سری از قلب کهکشان راه شیری. یعنی چی؟ آیا این نشونه است؟ آیا سیاهچاله مرکزی کهکشانمون داره بیدار میشه؟ پس اگه فکر میکنی سیاهچاله ها فقط یه مش حفره کسل کننده فضایی هستن، باید با هم تا آخر این ویدیو همراه بمونی، چون قراره از عجیبترین و ترسناکترین بخشای فضا بگیم، از اولین باری که انسان ها دربارشون فکر کردن تا همین امروز که شاهد ماجراهایی هستیم که میتونه سرنوشت کیهان رو تغییر بده. حالا که فهمیدیم سیاهچاله ها چقدر عجیب و مرموزن، بیاین برگردیم عقب، خیلی عقب، به زمانی که حتی کسی فکرش رو هم نمی کرد یه چیز نامرئی توی فضا وجود داشته باشه که بتونه حتی نور رو هم ببله. داستان سیاهچاله ها خیلی قبل‌تر از کشفشون شروع شده، زمانی که هنوز حتی اسمشون هم وجود نداشت. ماجرا از جایی شروع شد که آیزاک نیوتن افتادن یه سیب رو دید و با خودش گفت چرا این سیب داره میفته پایین، و همونجا بود که قانون گرانش متولد شد. نیوتن یه معادله ساده نوشت که بهمون میگفت هر جرمی توی فضا یه نیروی کششی داره که هر چیزی رو به سمت خودش میکشه. حالا یه سوال، اگه این گرانش اونقدر قوی بشه که حتی نور هم نتونه ازش فرار کنه چی؟ اینجا بود که اولین ایده سیاهچاله‌ای شکل گرفت. البته اون موقع بهش میگفتن ستاره تاریک. اما یه مشکل وجود داشت. اون زمان هیچ کس نمیتونست این پدیده رو ثابت کنه، چون اون موقع فکر میکردن که نور جرم نداره. پس نیوتن و بقیه دانشمندا این ایده رو گذاشتن کنار و رفتن سراغ کارهای دیگه. بریم یه خورده جلوتر، 200 سال بعد یه دانشمند به اسم آلبرت اینشتین اومد و همه چیز رو تغییر داد. اون گفت که گرانش فقط یه نیروی ساده نیست، بلکه خود فضا زمان رو خم میکنه. طبق نظریه نسبیت عام، یه جرم سنگین مثل خورشید باعث میشه فضا زمان خم بشه و اجرام دیگر رو به سمت خودش بکشونه. حالا فکر کن یه چیزی انقدر سنگین باشه که فضا زمان رو کامل کامل خم کنه. این دقیقاً همون چیزیه که ما امروز بهش میگیم سیاهچاله. حالا بریم به دهه 60 میلادی. توی یک کنفرانس علمی یه فیزیکدان خفن به اسم جان ویلر وجود داشت که درباره این اجرام مرموز حرف میزد. یهو یکی از دانشمندا وسط جلسه یه چیزی گفت که همه رو شوکه کرد. چرا بهشون نگیم سیاهچاله؟ و همونجا بود که این اسم برای همیشه موندگار شد. به نظرت این اسم کامل میتونه ماهیت سیاهچاله رو نشون بده؟ برام توی کامنت ها بنویس. البته اون زمان هنوز هیچ کس یه سیاهچاله رو با چشم ندیده بود، اما معادلات نشون میداد که باید وجود داشته باشن. سوال این بود چطور میتونیم این موجودات نامرئی رو پیدا کنیم؟ دهه 70 میلادی دانشمندا بالاخره یه چیزی کشف کردن که هیچ توضیحی براش وجود نداشت.
یه جرم عجیب که از خودش اشعه ایکس منتشر میکرد ولی اصلا دیده نمیشد. بعد از کلی تحقیق فهمیدن که یک جرم نامرئی وجود داره که مواد یه ستاره بخت برگشته رو داره میکشه و اون رو به درون خودش میبره. اسم این جرم مرموز شد سیگنوس ایکس وان، اولین سیاه‌چاله اثبات شده تاریخ. بعد از سیگنوس ایکس وان تازه متوجه شدیم که سیاه‌چاله‌ها همه جا هستن، نه فقط به عنوان یه چیز عجیب و غریب توی فضا، بلکه در مرکز هر کهکشان ممکنه یه سیاه‌چاله غول‌پیکر وجود داشته باشه و بله، حتی در مرکز کهکشان خودمون راه شیری. حالا که رسیدیم به نقطه‌ای که می‌دونیم سیاه‌چاله‌ها واقعا وجود دارن، یه سوال مهم پیش میاد. اگه کسی داخل یه سیاه‌چاله سقوط کنه، چی سرش میاد؟ بذار یه سناریو رو تصور کنیم. تو یه فضانورد هستی و توی یه مأموریت تحقیقاتی خیلی خاص به یه سیاه‌چاله غول‌پیکر نزدیک شدی. کامپیوتر سفینه داره جیغ میزنه، هشدار قرمز، ولی تو دیر متوجه شدی. دیگه راه برگشتی نیست. نیروی گرانش داره تو رو میکشه. خوش اومدی به آخرین سفر عمرت، یا شاید هم اولین سفر به یه بعد جدید. اولین چیزی که حس میکنی اینه که انگار زمان داره کش میاد. یه چیزی که هیچ وقت تجربه نکردی. افرادی که از بیرون تو رو نگاه میکنن میبینن که حرکتت یواشتر و یواشتر میشه. انگار که توی هوا معلق موندی. ولی خودت، تو داری به سرعت داخل تاریکی سقوط میکنی و وقتی از خط قرمزی به اسم افق رویداد عبور کنی، دیگه راه برگشتی وجود نداره. حتی نور هم اینجا نمیتونه فرار کنه. این دقیقا همون چیزیه که باعث میشه سیاه‌چاله ها انقدر مرموز باشن. افق رویداد یه مرز نامرئیه که هیچ کس نمیتونه از اون فرار کنه. اما هنوز همه چی تموم نشده، چون تازه وارد مرحله بعد شدی. حالا که افتادی داخل، یه چیز عجیب اتفاق میفته. اگر به سمت پا فرود بیای، حس میکنی که پای تو دارن از بدنت جدا میشن. نه، نگران نباش، این یه توهم نیست. مشکل اینه که گرانش سیاه‌چاله اونقدر شدیده که روی پاهای تو بیشتر از سرت اثر میذاره و این باعث میشه بدنت مثل یه اسپاگتی کشدار دراز بشه. دانشمندا به این پدیده میگن اسپاگتی شدن. همه یه سفرهای فضایی بالاخره یه مقصد دارن دیگه، مگه نه؟ ولی این یکی مقصدش یه چیزی که حتی فیزیکدانهای بزرگ هم درکش نمیکنن. بهش میگن تکینگی. تکینگی یه نقطه بی نهایت کوچیکه که چگالی و گرانش توش به بی نهایت میرسه. یعنی چی؟ یعنی اینجا قوانین فیزیک از کار میافتن. یعنی حتی اگه از قبل همه چیزایی که توی فیزیک بلد بودی رو حفظ باشی، اینجا دیگه فایده ای نداره. همه چی ممکنه، حتی شاید ورود به دنیای دیگه. به نظرت بعد از سقوط به سیاه‌چاله، اگر بتونی جون سالم به در ببری، چه اتفاقی میافته؟ بعضی از دانشمندان میگن که اگر بتونیم راهی پیدا کنیم که از اسپاگتی شدن جلوگیری کنیم، شاید بشه از یه سیاه‌چاله به عنوان دروازه‌ای به جهان‌های دیگه استفاده کرد. یه کرمچاله فضا زمانی که ممکنه ما رو به جای دیگه‌ای در کیهان ببره، یا حتی یه دنیای دیگه، مثل یه آسانسور بین جهان‌های موازی. ولی فعلا اینها فقط حدس و گمانه. هنوز هیچ کس داخل یه سیاه‌چاله نرفته که برگرده و بهمون بگه چی اونجا دیده. ولی چیزی که قطعیه اینه، سیاه‌چاله ها یکی از عجیبترین و خطرناکترین رازهای کیهان هستن. یه سوال مهم، اگر حالا یک سیاه‌چاله بیاد سراغ ما چی؟ مطمئنم این سوال ذهنتو درگیر کرده که اگه سیاه‌چاله ها نامرئی هستن، پس چطوری میفهمیم که اصلا وجود دارن؟ خب راستشو بخوای مستقیم نمیتونی ببینیمشون، اما راه‌های دیگه‌ای برای شکار این شکارچیان کیهانی وجود داره. پس بیاید بریم سراغ روش‌های علمی کشف سیاه‌چاله‌ها. نخستین راهی که می‌تونیم یه سیاه‌چاله رو کشف بکنیم اینه که ببینیم چه تأثیری روی محیط اطرافش می‌ذاره. چون درسته که خود سیاه‌چاله نامرئیه، اما اثرش روی بقیه چیزها کاملاً واضحه. مثلا اگه یه ستاره معمولی دور یه چیز نامرئی در حال چرخشه و سرعتش خیلی بیشتر از چیزی که باید باشه هست، احتمالاً اون چیز نامرئی سیاه‌چاله است و این دقیقاً همون چیزی بود که دانشمندا توی مرکز کهکشان ما پیدا کردن. یه سری ستاره که با سرعت غیرعادی دور یه چیزی در حال چرخش بودن، اما اون چیز اصلاً دیده نمی‌شد و ساجیتریوس ای استار کشف شد. اما یه روش دیگه هم برای کشف سیاه‌چاله هست. اونا وقتی گرسنه نمی‌شن خودشون لو میرن. وقتی یه سیاه‌چاله شروع می‌کنه به بلعیدن یه ستاره یا گازهای اطرافش،
مواد قبل از سقوط داغ میشن و شروع میکنن به تولید پرتوی ایکس و ما با تلسکوپ های پرتوی ایکس میتونیم این تشعشعات رو ببینیم. اصلا این همون چیزی بود که باعث شد اولین سیاه‌چاله تاریخ یعنی سیگنوس ایکس 1 کشف بشه. یه منبع قوی پرتوی ایکس که از هیچ ستاره‌ای نمیومد و دانشمندان فهمیدن که اون یه سیاه‌چاله واقعی بود. حالا که فهمیدیم چطوری اینها رو پیدا کنیم، بذارید یه نگاه بندازیم به انواع سیاه‌چاله‌هایی که توی کیهان الان دارن پرسه میزنن. کلن سه نوع سیاه‌چاله شناخته شده داریم. سیاه‌چاله‌های ستاره‌ای که از مرگ ستاره‌های خیلی بزرگ به وجود میان، یعنی جرمشون 8 برابر خورشیده. سیاه‌چاله‌های ابرپرجرم که در مرکز کهکشان‌ها هستن و میلیون‌ها تا میلیارد‌ها برابر خورشید جرم دارن. و همینطور میکرو سیاه‌چاله ها. اینها فقط البته توی تئوری وجود دارن، ولی ممکنه توی لحظات اولیه بیگ بنگ شکل گرفته باشن. دانشمندا فکر میکنن تقریبا هر کهکشان یه ابر سیاه‌چاله توی مرکز خودش داره و کهکشان راه شیری هم از این قاعده مستثنا نیست. درسته، ما یه قول به اسم ساجیتریس استار توی قلب کهکشان خودمون داریم. سالها بود هیچ کس دقیقاً نمیدونه ساجیتریس استار چطوری به نظر میاد، تا اینکه در سال 2022 برای اولین بار تونستیم یه تصویر واقعی ازش بگیریم. بله، یه تصویر واقعی از سیاه‌چاله. اگه تا اینجای ویدیو با ما بودی، احتمالاً فکر می‌کنی که سیاه‌چاله فقط یه تهدید دور و مبهم توی کهکشان‌های دیگه هستن. اما یه خبر داریم که میتونه فکرت رو عوض کنه. چیزی در حال نزدیک شدن به ماست، یه سیاه‌چاله عظیم‌الجثه که مثل یه قاتل خاموش داره توی تاریکی حرکت میکنه و مسیرش مستقیم به سمت کهکشان ماست. بذار یکم منطقی تر نگاه کنیم. سیاه‌چاله‌ای که داریم دربارش حرف میزنیم یه ابر سیاه‌چاله است. یه هیولای واقعی که جرمش چندین میلیون یا میلیارد برابر خورشیده. این سیاه‌چاله متعلق به یک کهکشان کوتوله به نام لیووان هست که داره به کهکشان ما نزدیک میشه. دانشمندها مدت‌ها فکر می‌کردن که این کهکشان یه جرم معمولیه، ولی بعداً کشف کردن که یه سیاه‌چاله ابر پرجرم داخلش مخفی شده. حالا ماجرا وقتی وحشتناک‌تر میشه که بفهمیم این سیاه‌چاله داره وارد محدوده کهکشان ما میشه. نه امروز، نه فردا، اما در آینده دور. این موجود مرگبار ممکنه روزی اثر خودش رو روی کهکشان راه شیری بذاره. چند میلیارد سال آینده ممکنه یه شب که مردم روی زمین دارن به آسمون نگاه میکنن، یه نقطه عجیب در آسمون ظاهر بشه. اول کوچیکه، ولی کم کم بزرگتر و درخشان‌تر میشه. دانشمندا اختار میدن که یه اتفاق عجیب داره میفته و بعد حقیقت فاش میشه. یه سیاه‌چاله ابرپرجرم داره وارد کهکشان راه شیری میشه. اولین اتفاقی که میفته اینه که مدار ستاره‌ها توی مرکز کهکشان به هم میریزه. نیروی گرانشی سیاه‌چاله مهاجم باعث میشه بعضی از ستاره‌ها با سرعت دیوانه‌واری از کهکشان بیرون پرتاب بشن. بعضیا به درون سیاه‌چاله سقوط کنن و بعضی دیگه با هم برخورد کنن و انفجارهای عظیمی رو به وجود بیارن. آسمون پر از نور و آتش میشه، شب‌های زمین مثل روز روشن میشن، چون هر چند روز یه بار یه ستاره جدید منفجر میشه و یه نور فوق‌العاده درخشان از مرکز کهکشان ساطع میشه. حالا سوال مهمتر اینه، آیا زمین قرار بلعیده بشه؟ واقعیت اینه که زمین خیلی از مرکز کهکشان دوره. ما حدوداً 26 هزار سال نوری از سیاه‌چاله ساجیتریس استار فاصله داریم. حتی اگه این سیاه‌چاله مهاجم با ساجیتریس استار برخورد کنه، احتمالاً اثر مستقیمی روی زمین نخواهد داشت. اما ادغام این دو سیاه‌چاله یه موج عظیم امواج گرانشی توی فضا ایجاد می‌کنه، چیزی که می‌تونه باعث تغییرات عجیب در مدارهای سیاره‌ها بشه. حتی ممکنه باعث بشه زمین مدارش تغییر کنه و اگه این اتفاق بیفته، آب و هوا، چرخش زمین و حتی شرایط زندگی روی زمین کاملاً دگرگون بشه. حالا که این رو شنیدی، ممکنه یکم استرس گرفته باشی، ولی این اتفاق توی میلیاردها سال آینده رخ میده و تا اون موقع شاید ما خودمون راهی پیدا کرده باشیم که کهکشان رو تحت کنترل بگیریم. در واقع سیاه‌چاله‌ها تهدید نیستن، بلکه میتونن کلید درک عمیق‌تر ما از کیهان باشن. شاید یه روز بتونیم ازشون برای سفر به جهان‌های دیگه استفاده کنیم، یا حتی برای کشف رازهای زمان و فضا. نظر تو چیه؟ شما سر به هواشویی ها، اگه یه روز بتونید به درون یه سیاه‌چاله سفر کنید، این کارو انجام میدین؟ تصور کن حالا یه شب آروم داریم، مثل همیشه ستاره های آسمون چشمک میزنن، اما بعد یه چیزی عوض میشه.
تلسکوپ‌های فضایی یه فلش نورانی عجیب رو از قلب کهکشان رایشیری ثبت می‌کنن. یه چیزی که قبلاً هیچ وقت دیده نشده بود. یه نمایش نورانی از جایی که نباید هیچ نوری ساطع بشه، از یه سیاه‌چاله. داریم درباره خبر جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب صحبت می‌کنیم. تلسکوپ فضایی جیمز وب که یکی از پیشرفته‌ترین تلسکوپ‌های تاریخ بشره، برای اولین بار موفق شد یه چیزی عجیب رو از مرکز کهکشان ما ثبت کنه. یه نمایش نورانی سریع و مرموز از سیاه‌چاله ساجیتریوس ای استار یا همون کمان ای. اما صبر کن، سیاه‌چاله‌ها که نور منتشر نمی‌کنن. پس این چیه؟ دانشمندا بعد از بررسی داده‌ها فهمیدن که این نورهای مرموز در واقع از گازهایی میاد که به دام سیاه‌چاله افتادن و دارن با سرعت دیوانه‌واری به داخلش سقوط می‌کنن. ولی یه سوال مهم‌تر، چرا حالا؟ چرا سیاه‌چاله کهکشان ما بعد از این همه سال یه دفعه شروع کرده به درخشیدن؟ چند تا نظریه وجود داره درباره این اتفاق و هر کدومشون از قبلی عجیب تره. نظریه اول اینه که یه ستاره بخت برگشته داریم. یه ستاره بیچاره زیادی به سیاه‌چاله نزدیک شده و گرانش وحشیانه کمان ای اونو تیکه تیکه کرده. وقتی یه ستاره به یه سیاه‌چاله نزدیک بشه، قبل از اینکه کاملا بلعیده بشه، گازهاش به شدت داغ میشن و نور شدیدی تولید میکنن. چیزی که ما دیدیم شاید آخرین لحظات یه ستاره نگونبخت بوده که برای همیشه توی تاریکی ناپدید شده. یه احتمال دیگه اینه که یه ابر گازی عظیم به سمت سیاه‌چاله حرکت کرده و برخوردش باعث این انفجار نوری شده. دانشمندا میگن که این نور میتونه نشونه ورود توده‌های گاز و گرد و غبار به قرص برافزایشی سیاه‌چاله باشه، همون دیسکی که به دور سیاه‌چاله‌ها وجود داره. وقتی این مواد به داخل سیاه‌چاله کشیده میشن، اصطکاک شدیدی تولید میشه و یه انفجار نورانی رخ میده. اما یه نظریه سوم هم وجود داره که یکم ترسناک‌تره. اگه این فقط یه شروع باشه چی؟ ببین، اکثر کهکشان‌های بزرگ توی مرکز خودشون یه سیاه‌چاله ابرپرجرم فعال دارن که از خودشون جریان‌های شدید نور و تشعشعات کیهانی منتشر می‌کنن. اما سیاه‌چاله راهشیری همیشه آروم بوده. یعنی تا حالا ما فکر می‌کردیم که اون یه قله خفته است. ولی اگه این نمایش نورانی نشونه‌ای از بیدار شدنش باشه چی؟ اگه کمان ای استار فعال بشه، میتونه یه طوفان عظیم از پرتوهای ایکس و گاما ایجاد کنه که توی کل کهکشان پخش بشه. البته حتی اگه این اتفاق بیفته، تا رسیدن اثراتش به زمین هزاران سال طول میکشه. ولی نکته جالب اینه که این انفجار نوری میتونه نشونه ای باشه از یه تغییر عظیم در مرکز کهکشان ما. در حال حاضر دانشمندا هنوز نمیدونن که دقیقاً چی باعث این نمایش نورانی شده. تنها چیزی که میدونیم اینه که تلسکوپ فضایی جیمز وب فقط شروع کاره. قراره رازهای بیشتری رو برملا کنه و شاید بتونیم چیزهایی رو بفهمیم که تا چند سال پیش حتی تصورش هم ممکن نبود. به نظرت این نمایش نورانی از سیاه‌چاله کهکشان ما چه معنی داره؟ یه پدیده علمی عادی یا یه رازی که هنوز کشف نشده؟ نظرتو توی کامنت ها بنویس و اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن و سابسکرایب یادت نره.